سلام درس 35 رو شروع میکنیم با عنوان Describing Things خب ببینید این تو ذهنتون باشه که هر جا حرف از Describe بود وقتی گفتیم Describe یعنی توصیف توصیف خودش از کجا میاد؟ از وصف میاد دیگه و وصف نیازمند صفت در نتیجه وقتی حرف از Describe میاد یعنی شما باید با صفتهای مختلفی که بلدید اون موردی که ازتون خواسته شده رو توصیف کنید توی این درس ما قرار صفت یاد بگیریم یه تعدادی صفت یاد میگیریم و حالا بعدا هرچی بریم جلوتر چیزای بیشتر رو شما به دانستهاتون اضافه میکنیم بخش اول نوشته opinion adjectives opinion adjectives یعنی صفت هایی که مرتبط با نظرات شما نظر دارید میدید در واقع مثلا میگید که this is a great hat کلاه ایه. This is a lovely hat. چه کلاه دوست داشتنیه. This is a fun hat. کلاه جالبیه. و یا This is a beautiful hat. کلاه قشنگیه. میبینی اینا هر کدوم نظر شخصی منه. ممکنه مثلا یه نفر یه جور دیگه اینو توصیف کنه. و یا از این ور بعدش رو بگیم It is an horrible hat. کلاه افتضاحیه. It is a terrible hat. کلاه بسیار همو افتضاح وحشتناک بیخود. It is a boring hat. بورینگ یعنی حوصله سربره و در مورد لباس که به کار میره یعنی یه چیزی که هیچ جذابیتی نداره قشنگی نداره. و it is an ugly hat. کلاه زشتی هستن. پس دید چهار تا از این وقت خوب گفتیم چهار تا هم بد. اینا رو تحت عنوان opinion adjectives یعنی چیزایی که نظرمونه بیان کردیم اما بیایم اینجا این یه مبحث خیلی مهم که ما به صورت خیلی مقدماتی اینجا اشاره کنیم ببینید شما وقتی میخواید از یه تعریف کنید صفت به کار ببرید نمیتونید همینجوری صفت ها رو پشت سر هم بچینید بگید مثلا عجب فیلم باحال قشنگ خوش ساخته مثلا همینجوری مثل فارسی بچین توی انگلیسی اینا ترتیب داد یعنی نمیشه اینا رو همینجوری گفت حالا ترتیبش چیه؟ ترتیبش طولانیه و اصلا مناسب این سطح نیست دو تا از مهمترین ها شما میگیم چون پر کار بردن. اگر میخواید از این چیزی تعریف کنید اول نظرتون رو بگید یعنی اون صفتی که مرتبط با نظرتونه و بعد چیزی که فکته یعنی واقعیت مثلا اگه شما میگید This is a green hat green دیگه سبز نظر من نیست که گرین یه واقعیتی دیگه اون سبز دیگه همه اینو میگن گرین ولی ممکنه هر کسی نگه بهش لولی لولی نظره اما گرین فکته پس اول نظر میگین بعد فکت رو به این حالت مثال بخونیم میگه It is a lovely big house لولی نظرم اما بیک خب حقیقت دیگه خونه بزرگ دیگه. دیگه هر کسی اینو ببینه میگه خونه بزرگ یا yeah, We have a horrible old car یه ماشین وحشتناک قدیمی داریم منظور از وحشتناک ماشین خیلی ضعیف و قدیمی و اینجور چیز هست دیگه This is a great new book این که کتاب فوقلاده است نظر منه اما این که جدیده دیگه نظر من نیست جدیده دیگه تازه اومد Natalie has a beautiful old cat میگه ناتالی یک یه گربه یه قشنگ قدیمی داره یا پیر داره در واقع بگیم خب این قشنگش نظر منه اما پیر بودنش که دیگه نظر نیست خب گربه واقعا پیره دیگه یا yeah, They are ugly purple shoes کفشای زشت بنفشن حالا یه نفر ممکن اصلا خوشش بیاد ولی ugly عوض میشه پرپل که تغییر نمیکنه. و یا yeah, He is a brilliant young actor یه بازیگر جوون فوقلاده است بریلینت یعنی خیلی عالی فوقلاده پس چجوری شد؟ اول نظرتون صفتی که نظرتون رو بیان میکنه و بعد صفتی که واقعیتشه این دوتا رو پشت هم میذاریم به این حالت اینا بیان میشه خب قورد دیگه ای که اینجا نداریم مثلا رفتم درس قبلی بیایم صفحه بعدی میخوایم در رابطه با materials صحبت کنیم یعنی جنس جنس یه چیزی چی یادتون چی. یعنی باشه که وقتی خود کلمه متریال رو بدون اس به کار میبریم منظورمون پارچه است اما وقتی جمع میشه یعنی جنس اجناس چیزی پلاستیک پلاستیکی وود چوب گلاس یا گلاس شیشه پیپر کاغذ وول وول پشم که در واقع به شکل کانوا و اینا میتونه باشه یا به شکل هر چیز دیگه ای leather leather لذا به معنی چرم هست متل متال نه metal فلز و فابرک پارچه پس اینا هم شدن جنس وسایل مختلف که همین بود مورد دیگه ای در این درس نداریم فقط یه نکته ای در رابطه با این دوتا بگم ببینید وود جنسه در واقع چوبه و وول پشم این هم باز جنسه اما اگر چیزی چوبی باشه میبینید چوب و چوبی چوبی رو میگیم وودن وودن و وول رو میگیم وولن پشمی وول پشم وولن پشمی وود چوب وودن چوبی به این حالت مورد دیگه ای نیست تمرین رو انجام بدید تمرین ها در کتاب تمرین رو هم صفحات 10, 112 13 114 و 115 رو هم انجام بدید و اگر سوالی در انتها براتون موند در کامنت ها مطرح کنید تا جلسه بنده.